روز مادر کادو من اینجا بینندگان جان های عزیز، به قول خارجکی ها I am back. با سلام و درود فراوان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر از انرژی و با هیجان بیش از اندازه به استقبال بهار با شکوه مونتریال می روید. البته فعلا که خبری از بهار و تابستون نیست، ولی خب همین که تو ماه می برف یا بارون یخی نداشتیم کلی شانس آوردیم. خب همونطور که میدونید هشتم ماه می روز مادره. به احتمال خیلی زیاد خیلی از شما جانهای عزیز همین الان خونه رو ترک کردید که کادو خریداری کنید، چون یادتون رفته. و بعضی ها هم کادو خریدن ولی نمیدونن با کاغذ کادو چی کار باید بکنن، مثل علی جان. و مطمئن هستم که تعدادی از دوستان جانهای عزیز هم کادو خریدن، کاغذ کادو هم خریدن و کلی وقت گذاشتن که یک کادوی بی‌نظیر به مادرشون هدیه بدن. حالا میتونه مادر خودتون باشه، مادر بزرگتون، مادر همسرتون، مادر دوستتون، بالاخره همشون مادرن و تو زندگی شخص یا اشخاصی تاثیرگذار بودن. ولی خب حالا بریم سر اصل مطلب، راضی و خوشحال کردن مادر ایرانی. بله، راضی کردن یک مادر ایرانی خودش یه چالشیه. حالا شما کادوتون رو خریدین، خوشحال و خندان به مادرتون هدیه میدین، ولی این تازه شروع ماجراست. مادر جان روزتون مبارک، خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که خوشتون بیاد. بفرمایید. مرسی، خوبه، قشنگه. خوشتون نیومد مادر جان؟ چرا؟ ولی شکل همینو دارم، وینرز حراج بود هفته پیش، خریدم. مگه میشه مادر ایرانی رو راضی کرد؟ کم بخری میگن چرا کم خریدی، زیاد بخری میگن چرا زیاد خریدی، سفید بخری سفید که خیلی روشنه، سیاه بخری میگن این که خیلی تیره است، نقره میخری میگن چرا طلا نخریدی، طلا میخری میگن چرا پول طلا دادی، قیمتش میاد پایین چند روز دیگه، لباس یقه هفت میخری میگن آخه کسی تو سن من یقه هفت میپوشه، یقه گرد میخری میگن مگه من پیر شدم برام اینطوری خرید میکنی، آخه کی یقه گرد پوشیدم که این بار دومش باشه، همه تو سن سال من دارن یقه هفت میپوشن. مادر جان میخواین پسش بدم یه چیز دیگه براتون بگیرم؟ نه دیگه، زحمت کشیدی دست درد نکنه، همین خوبه، به عنوان زاپاس استفاده میکنم، شایدم کادو دادم به کسی. مادر جان بذارین براتون یه بلیت آل اینکلوسیو به مقصد مکسیکو بگیرم. مکسیکو؟ من برم مکسیکو چیزها را آخه چیکار کنم اونجا؟ ماشاءالله پسر شهین خانم مادرش رو فرستاده ایتالیا، هتل 10 ستاره، تازه کیف لوی ویتان هم براش خریده گذاشته تو اتاق هتلش، سورپرایز براش باشه برای تولدش. خود شهین برام گفت بی تاروف. در ضمن بلیتش هم فرست کلاس بود، رفت و برگشت، از این آل اینکلوسیو هم خبری نبود. مکسیکو کجا میخواد منو بفرسته؟ چشم مادر جان، درسم تموم شد میفرستمتون پاریس، پایتخت ویتان جان. البته خود آقای لویی که دیگه در قید حیات نیستن، ولی با بچه‌هاشون میتونین آشناشین. نمیخوام لویی ویتان، نمیخوام. گفتی درس؟ آخه اونم درس تو داری میخونی؟ لیسانس که دیگه لیسانس نیست، دیپلمه، دکترا، فوق دکترا، دختر مهوش خانم فوق دکترای میکروبیولوژی گرفته، الان همه میخوانش، از طرف بزرگترین کمپانی‌های دنیا اومدن دم در خونه‌شون 7 شب چادر زدن که استخدامش کنن. باور کن خود مهوش گفت. خب خب حالا بیا و درستش کن دیگه، تموم شد. یه کادو دادن تمام زندگیتونو میبره زیر سوال. دکترا میخونی میگن چرا فوق دکترا نگرفتی، دندون پزشک میشی میگن چرا جراح نشدی، جراح میشی میگن چرا دندون پزشک نشدی، پسر شهین خانوم 20 تا مطب زده تو شهر، 200 نفر زیر دستش کار میکنن، پول پارو میکنه، پول
پول پارو میکنی. میگن این همه پول میخوای چیکار؟ فکر آیندت باش. پسر پروین خانوم ازدواج کرده با یه جواهر. تصمیم به ازدواج میگیری، میگن این کیه میخوای باهاش ازدواج کنی؟ بالاخره یه جواهر پیدا میکنی، ازدواج میکنی، میگن پس کی میخوای بچه دار شی؟ بچه دار میشی، میگن دومیش کو؟ دومی رو میاری و ازشون کمک میخوای، میگن مگه من بهت گفتم این همه بچه بیاری؟ من الان وقت استراحتم، درزم دوره دارم با شهین و مهوش و پروین، میخوایم بریم تور دیوار چین all inclusive. خلاصه این داستان سر دراز داره، البته من دارم اگزاجره میکنم یه خورده، چون هممون خیلی خوب میدونیم که مادران ایرانی تو دنیا تکن. حالا درسته یه خورده نصیحت میکنن، ولی تنها کادویی که از ما میخوان خوشبختی خودمونه. پس موقعی که دارین به مادراتون، مادر بزرگتون، مادر همسرتون یا مادر دوستتون کادو میدین، با عشق و علاقه باشه و حتما یادتون باشه که چقدر براتون فداکاری کردن و آرزوشون موفقیت و خوشبختی شما جانهای عزیزه. برای مادرامون طلا، نقره، لوی ویتان، فوق تخصص جراحی و پاروی پول، اینا اصلا مهم نیست. اتاق فرمان لطفاً عکس آقای لوی ویتان رو پخش کنید که مادر جانهای عزیز ببینن. خدایی شیرعلی قصاب مدل فرانسوی بود این آقا، ما نمیدونستیم. بالاخره به خاطر سخیری‌های شما مادران عزیز هست که ما اینقدر بچه‌های موفقی تو جامعه ایرانی داریم. خب مادر جانهای عزیز، روزتون رو به شما تبریک میگم. امیدوارم که همیشه سلامت و شاد کنار عزیزاتون روزگارتون رو سپری کنید. دلتون شاد و لبتون خندان باشه. آل اینکلوسیو مکزیک هم خوش بگذره به همتون. با ما باشید در آوا تیوی تا علی جان شوی بعدی. بدرود. من برم این کادوی خودم رو ببندم دوباره. کادو ببندم. کادو.